امروز در 62 روز اعتصاب غذای مجاهدین اشرف است. هر روزی که به جمع اعتصاب غذا کنندگان میایم، آدم احساس میکنه که کلمه ای برای توصیف اراده، استحکام و صلابت کسانی که تصمیم به پایداری و مقاومت گرفتند پیدا نمیکنه. معمولا انسان ها برای بیان اقتدار، صلابت و استواری پدیده ها رو با کوه تشبیه میکنند و یا برای بیان حرارت و نور و روشنایی عزم و اراده انسان ها اونها رو با خورشید مقایسه میکنند. ولی آدم احساس میکنه که تو اینجا وقتی اراده های ستورگ اشرفی ها و یارانشون رو در 4 گوشه دنیا میبینه، کلمه ای رو پیدا نمیکنه که بتونه به صورت درستی این اراده ها و این عزم جزم رو بیان کنه. امروز در 62 روز اعتصاب غذای مجاهدین اشرف مجددا به این محل اومدیم تا گزارشی رو تقدیم حضورتون کنیم. اعتصاب غذا کنندگان اشرفی امروز مراسمی رو در بزرگداشت خانم هولت سکوتر، یار مقاومت، در همین محل برگزار کردند که در گزارش امروز صحنه‌ای اون رو مشاهده میکنید. روان پاک خانم اینگرید هولت‌سوتر درود می‌فرستم و به نشانه تقدیر و قدردانی از ایشون 1 دقیقه جمعاً کف می‌زنیم. درگذشت پشتیبان بزرگ و ارزشمند مقاومت ایران رو به خواهر مریم، خانواده محترم هولت‌سوتر و همچنین به هواداران مقاومت و مجاهدین اشرف تسلیت میگیم. خانم اینگرید هولت‌سوتر در بین ما مجاهدین اشرف به خصوص زنان اشرفی جایگاه ویژه‌ای داشت و هیچگاه تلاش‌ها و فعالیت این زن آزاده و انسان دوست رو ما مجاهدین فراموش نخواهیم کرد و مطمئنیم که تمامی این تلاش ها در روز آزادی مردم ایران و رسوندن خواهر مریم به تهران به ثمر خواهد نشست. همانطور که خانم هولت‌سوتر با حمایت بی‌دریغ خودشون از مجاهدین نشون دادن که آزادگی و انسانیت مرزی نمیشناسه، امیدواریم که روزی به این آرزوی ایشون در ایران بزرگ برسیم و خواسته ایشون رو تحقق ببخشیم. مطمئنم که خانم هولت‌سوتر که خودش رو یک مجاهد میدونست، یک آرمان انسانی و انقلابی رو دنبال میکرد و جاشون در بین همه خانواده مقاومت به واقع خالیه. من میخواستم اینجا ضمن تسلیت به خواهر مریم و بقیه هموطنان ما که توی خارج هستن، از این خانم بزرگوار که آخرین روزهای زندگی خودش توی یکی از صحبت‌های مطبوعاتیش خودش مجاهد اعلام کرد تسلیت بگم و ما هم اینجا سعی می‌کنیم که فقدان این یار مقاومت رو با کار و تلاش خودمون اینجا کمتر بکنیم. فرا هولت‌سوتر وار دی بگوندرینگ دس سولیداریتیت فان این دم فیل بوندسلندز ابگئورنته اند پولیتیکر beteiligt sind. Wir, die hungerstreikenden Mujahedin im Ashraf, haben uns vorgestern benachrichtigt, dass bedauerlicherweise die Frau Hölzhüter in jedem Besuch mit Frau Hölzhüter konnte man sehen, wie sie mit aller Kraft hinter der iranischen Bevölkerung und ihres Widerstandes aufgestanden war.
جسم لرزان تو، شعله جان تو، شمع سوزان شب شد. عالمی همراه قلب بی تاب تو، غرق در تاب و تب شد. تو قطره به قطره چکیدی چو شمعی که شعر فدا می سرایم. ز ایمان تو عاقبت صبح میهن برایم. به عنوان یک امدادگر و پرستار که من هر روز و هر لحظه در کنار اعتصابیون هستم و شاهد آب شدن وجود آنها مثل شمع هستم، میخواستم از جوامع بشری سوال بکنم که آیا منتظر فجایع بشری دیگری مثل این هم خواهند بود؟ من که خودم به عنوان یک پرستار و امدادگر هر روز شاهد این هستم. پس سکوت و بیعملی تا کی؟ من به عنوان یک پرستار این روزها که کنار خواهران اعتصاب غذا هستم، فریاد بلند آزادی خواهی اونها رو به گوش میشنوم. در شروع اعتصاب غذا، در شروع ماه سوم اعتصاب غذا هستن، از همه همکارانم در تمامی لغات دنیا میخوام که به کمک اینها بشتابند، اینها رو یاری کنن، چون روزانه موارد زیادی داریم که به رسیدگی‌های اورژانس نیازمندن. امروز ساعت 4 صبح بدری رحیمی که برای خوردن آب بلند شده بود بیهوش شد و روی زمین افتاد، و وقتی که اونو از جا بلند کردیم مجدداً از هوش رفت. مهناز جدیدیان مطلقاً رمقی براش نمونده. امروز به طور مشخص از صبح فقط به فقط با حل کردن آب و شربت و موادی اینطوری ما داریم اونو بلندش میکنیم، فقط برای اینکه بتونیم نصف لیوان به این مایات بدیم، چون در بی اشتهایی مطلق قرار داره و در حالت نیمه بیهوشیه. سعیده صبوریه که از امروز صبح دیگه توان حرف زدنم نداشت و صداش به گوش نمیرسید و باید هر جمله ایش رو چندین بار میگفت تا میتونستیم بفهمیم که منظورش از این جمله و درخواستش چیه. من باز هم یک بار دیگه از همه همکارانم درخواست میکنم به یاری اعتصابی بشتابند و هرچی ما رو در رسیدگی های اورژانس به این اعتصابیون کمک کنن. تشکر میکنم.